پژوهشگران بریتانیایی از موفقیت آزمایش اثر انگشت برای تشخیص سرطان پستان خبر دادند. روشی که میتواند در آینده نزدیک جایگزین آزمایش دردناک ماموگرافی برای زنان شود. مبنای آزمایش اثر انگشت وجود پروتئین هایی است که میتوان آنها را در رطوبت انگشت ها ردیابی کرد. عرق بدن حاوی مولکول های متفاوته، ولی ما به دنبال پروتئین ها هستیم. کاری که ما انجام میدیم پیدا کردن اثر پروتئین ها و عوامل مؤثر در سرطانه که در رطوبت عرق وجود داره. ما از هوش مصنوعی برای بررسی داده ها و تشخیص زودرس سرطان استفاده میکنیم. بحث جایگزینی آزمایشی ساده تر به جای ماموگرافی سال هاست در گرفته، به خصوص در 2 سال اخیر. سوال اصلی پژوهشگران این است که آیا آزمایش سالیانه ماموگرافی مفید است یا نه؟ برای بیماران 50 سال به بالا و اونایی که 3 سال از تشخیص سرطانشون میگذره، تعداد ماموگرافی کمتر با ماموگرافی سالیانه فرقی نداره، چون نتایج یکسانه. گرچه کاهش آزمایش‌های سالیانه ماموگرافی تعداد مراجعین مرکز خدمات درمانی را کاهش می‌دهد، با این حال تشخیص زودهنگام سرطان در زنان جوان همچنان یک اولویت بهداشتی است. اینکه فکر کنیم همه در ابتلا به سرطان یک جورند درست نیست، چون هر فردی ممکنه به یک نوع متفاوت سرطان مبتلا باشه. ما هم همه رو به یک روش درمان نمی‌کنیم. آزمایش‌های نظیر ماموگرافی و نمونه برداری هنوز هم رایج‌ترین روش‌های تشخیص زودهنگام سرطان پستان هستند، ولی به تدریج آزمایش ساده‌تر اثر انگشت نتایج قابل قبولی به همراه داشته، گرچه پژوهشگران هنوز آزمایش ماموگرافی را توصیه می‌کنند. ما زنان را تشویق می‌کنیم که ماموگرافی را انجام بدن، چون در حال حاضر این روش هنوز بهترین راه تشخیصه و زندگی افراد را نجات می‌ده. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید از 2 سال پیش ابتلا به سرطان پستان از سرطان ریه پیشی گرفته و هر سال 12% به تعداد بیماران اضافه می‌شود. هماین خیری، لندن.